دیدار خامنه‌ای با بشار اسد یک مجموعه و کلکسیونی از مشکلات و مسائل مختلف برای رژیم ایجاد کرد، از برجسته کردن مجدد سمتگیری جنایتکارانه منطقه ایشون در حمایت از دیکتاتور خونریز سوریه تا حواشی مثل جنگ و دعوای مربوط به نبردن ظریف تو ملاقات و تعطیل کردن روزنامه که تیتر زده بود مهمان ناخوانده و خلاصه انواع و اقسام مشکلات درونی برای رژیم. یکیش اما جالب بود، تفاوت قد این دوتا دیکتاتور خیلی زیاده. بعد امنیت ملی نظام به خطر میفته دیگه اگر خامنه ای به مهمونش بخواد اینجوری رو به بالا نگاه بکنه. حالا چیکار بکنن؟ همون راه حلی که تجربهش رو از مذاکرات هسته‌ای به اعتراف صالحی دارن، فتوشاپ. اینم تصاویرش. در میزنه؟ مادر جان، من از فدراسیون فوتبال اومدم خدمتتون. یه لحظه در رو وا میکنید لطفا؟ ها چی شده؟ کار تو بگو. میخواستم ببینم پسرتون آقای لاریجانی منزل هستن؟ نه خیر پسرم، یکیشون که الان تو مجلسه داره ریاست میکنه و مف مف میخوره، اون یکی تو قوه قضاییه است داره میچرخه و آدم میکشه، یکی دیگه شونم تو حقوق بشره، نمیدونم چه غلطی میکنه ولی اونم دست به خوردنش خیلی خوبه، اون آخری هم که قربونش برم نمیدونم داره چی کار میکنه، اما هر جا هست مطمئنم که داره حسابی میلنبونه. بله دست شما و دست پسراتون درد نکنه، اینا رو که میدونستم. میخواستم ببینم دیگه تو خونتون لاریجانی نداریم؟ والا تا اونجایی که من یادم میاد دیگه تو خونمون لاریجانی نداریم، مگر اینکه الان برم تو اون انبار رو یه نگاه بکنم ببینم تو اشکافی، تو صندوقی، تو سوراخ سنبه جایی شاید اونجا تونستم یه لاریجانی دیگه براتون پیدا کنم. خیلی واجبه؟ واقعا ممنونتون میشم اگه این لطف رو در حق ما بکنید. نه خواهش میکنم، بالاخره یه سفره انقلابی پهنه و حالا لاریجانی واسه چه کاری میخواین؟ والا سرمربی تیم ملی فوتبال بعد 8 سال گذاشت رفت، بین چند تا گزینه جدید گیر کرده بودیم، مثلا بین زیدان و خوزه مورینیو و استاد اسدی و البته محسن رضایی میرقائد هم اعلام نامزدی کرده بود، بعد یهو یادمون افتاد که لاریجانی هم گزینه خوبیه ها، دیگه همه مملکت که دست لاریجانی ها هست، تیم ملی هم دستشون باشه که دیگه خیالمون راحت باشه. الهی من قربون این پسرام برم که اینطوری زحمت اداره مملکت رو میکشن.